خانم فرید، بله، معمولا در ایدها ما این کار انجام میتیم، چیزایی رو میخوریم که نباید بخوریم. البته فکر بد نکنیم چیزایی که نباید بخوریم رو میخوریم. در برنامه کاکتوس یک بخشی وجود داره که ما با در ایدها با مهمانهای خود اجرا میکنیم، سوال میپرسیم، اگر پاسخ نتن مهمان چیزی رو که من انتخاب میکنم مهمان باید نوش جان کنن، مهمان سوال میپرسه، اگر من پاسخ نتونم چیزی رو که اونا انتخاب میکنن من باید بنوشم یا بخورم استفاده کنم. این بخش در این برنامه کاکتوس هست. میریم به وقفه کوتاه برمیگردیم، میز ترتیب پیدا کنه، بعد از اون میبینیم. خیلی خوش آمدید دوباره و بیایید بخش نگیرید. چی نیازی است به خود ظلم کنیم؟ به خدا من میخوام قصد همه کسایی که شما از اونا سوال سخت پرسیدین بگیرم. چرا میگه نگیریم بخش؟ من مطمئن نیستم که شما سوال سختی با خدا آورده باشید وکیل سه، به دلیلی که من اصلا من آفتری کردم براتون گفتم اصلا آدم مطرحی نیستم که شما چیزی در مورد من بدانید. ولی خب سوال هایی که هیچ کاری پنهانی هم انجام ندادم که نتونم اون رو با بیان کنم. نه بس این نیست. خب من هم انجام ندادم کار پنهانی که نکنم. خواهید میدونم، بله، ولی خب وقتی که بین دو گزینه ای که بسیار دوست دارین بخواین انتخاب کنین سخته دیگه. بله. یا مثلا یک رازی رو بگین که فکر میکنی خیلی شخصیه. بله بله، اون موضوعات مطمئن هستم شما هم نمیپرسید. بله، موضوع شخصی هست دیگه. من که شما پرسیدم که همسرتان از زندگی با شما راضی هست یا نیست. نپرسیدم. بسیار خب، میپرسید. سوال اول شما میپرسید و من بپرسید. همکارایی که در بالا هستید من رو کمک کنید. خب اگه سوالای من سخت نبود شما بگوید چند سوال سخته باشه. خب سوال اول شما بپرسید، راحت باشید. قانون همی هست وکیل سر، کار غیر قانونی هم نکنید. خب یه ساعت صدا میده، ساعت از بله مطمئن باشید چیز دیگه نیست. چند وقت از این تیک تیک میکنم و هیچ وقت انفجار نمیکنه. چرا وکیل سر کار غیر قانونی نکنید؟ خب سوال میپرسید یا پاسخ میتون مشخص سوالتانه، هیچ کدام هر دو این موضوعات را نداریم، یا ای که هر کدام را که شما انتخاب کردید من استفاده میکنم. سوال از شما میپرسم جواب مشخص برام بده، نام پرسیدم نام برام بده، اگر نه نوش جان کنید. بسیار سوال اول شما اینجا ببین تعمایی هم هست، مثلا سس فلفل، بله، هات سس، سس سویا سس، سس تریاکی ساس، سویت چیلی ساس، یعنی بله. خیلی تند و شیرین هست، خیلی مزدار است اونو. مثلا دیگه لکی فامیلی اون نمیخوام نشدیدم تا یه هم تریاکی ساس هست، ولی بله. همه تنده. اینی را نام نموندن و گفتن که رو باید بچشید و بعد ببینید که چی هست. من نمیدونم. بسیار خوب. بعد باور کنید و کسایی من خودم 3 دقیقه قبل از شروع برنامه ایریدیم، یعنی آمدم داخل استودیو دیدم که ایر آماده کردن، دیگه نگفتم که کدام چی هست. من امیدوار است مثلا یک تاش نوشیدنی مثلا نوشابه باشه. خدا من خب فعلا اصلا هیچ حرفی برای گفتن ندارم. سوال اول شما بپرسید. خب قبل از اون انتخاب کنید که من کدامش اگر پاسخ ندادم استفاده کنم. اگر پاسخ ندادین لطف کنین و پیپر ساس بگیرید. سس فلفل است. بسم الله. خب من حداقل انقدر آگاهی دارم و میشناسم که اوضاع فعلی زندگی شما چطور هست به دلیل تهدیدهای امنیتی، چالش‌های امنیتی که همه خبرنگارا دارن، همه آگاهان مثلا امور سیاسی دارن، حتی دادخواه‌ها دارن، و شما تقریبا یک ماه هست که خانواده خود ندید. پشت خانم خود دیگ شده یا پشت تنها فرزند خود؟ بخوریم دیگه. نمه میگو، نمه میگو. اولی که خب نه مشخص جواب نه مشخص بس خودتون. اولی که خب خانم جایگاه خود داره، هم خیلی دوست داریم هم دیگر، هم عاشقانه با یک دیگر زندگی میکنیم. دو فرزند دارم، بله. مجتبا جان و دریا جان، بله، یک پسر یک دختر. و اما هم خانوم میدانه که بیشتر پشت کی دق شدم. خب هم مجتبا جان و دریا جان هم میدانه که من بیشتر پشت کی دق شدم. به او خاطر
به خدا من یک سوال سخت شما نمیخواستم بپرسم. سوالی من گفتم قصد همه کسایی که اونا رو بیچوکی شوندن و آزارشون دادن من میگیرم از شما. دیدی چقدر سخت است توری؟ خیلی سخت. بخورین دیگه. خانوم مطمئنن ناراحت میشه. بگویم بعد مصطفی جان و دریا جانم مطمئنن ناراحت میشن. پس بخورین دیگه. و چقدر نمیشه که مثلا دو تا رو انتخاب کنم؟ نه دیگه. بخاطر که دریا جان دخترکم میبخشه همشه مرا. یعنی بعضی اوقات اگر اشتباهی هم میکنم چیزی میگه گوش نمیکنم زود میبخشه مرا. دختر از دلش نازک است زود میبخشه و بعد خودش میدونه پدرش در این لحظه چه شرایطی هست. کار غیرقانونی نکنه. از من بیشتر خواستین که اما به قانون نمیبخشه. به قانون این برنامه باید احترام بگیم. و خانومم هم اگر بگویم مشتبه جان خب خانومم ناراحت میشه. خانومم ناراحت شد و چند بابت نقص میکنم. خانومم اگر بگویم بعد مشتبه جان ناراحت میشه. مشتبه جان که اصلا نمیخوایم ناراحت شد و به هیچ عنوان ناراحت شد. و دریا جانم شما گفتید اگر دو تارم بگویم قبول نداری چون. نه خیر. وای چی بوی بدی میده. چی هستی که چی جور کردید با خدایی را. مریض نشیم. با خدا فکر کسی خیلی بوی بد میده. این رو میدانه که قانون نیست که کمی باید بخوری. قانون نیست که خیلی کم باید. خب خوب شد که سوال اول من پرسیدم. وگر هم میگفت که قانونی هست که همه رو باید بخوری. نه خیلی کم اصلا خب. میشه نخوریم هم اصلا. نه باید بخوریم دیگه. گفتم که نمیشه. وی آب بیاره. این روغن داشت. این روغن داشت. روغن روغن چیز روغن مویی نباشه. این چی بخواه بخواه میزه. وکیل صاحب من شما رو نمیبخشم. خواهش میکنم. نام برام بدید. فاسدترین و معاملگرترین و رشوتخورترین و بیترین من از احساس میتید بخورم وکیل پارلمان کی است؟ نام بدید یا ای که هات ساس در انتظار شماست تا این نصیب ما نشده. هات ساس بود. من به این سوال شما جواب نمیدم و دلیلش این نیست که نتوانم. دلیلش این هست که به اندازه کافی زور جنگیدن با همین شخص نمیدم. میفهمین که آدم وقتی وارد یک مبارزه میشه باید به اساسم و ابزارهای خود میشه. بله. من ابزار کافی برای یک همچین جنگ ندارم. چون کسی که فاسد هست همه چیز زیر پا میکنه. هر ارزشی داره. و من خیلی چیزها برای از دست دادن دارم. به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، به عنوان یک خانم سیاست مدار. به خاطر من میخورم. بکیسه برتون آرزوی موفقیت کنم. نوش جان. فکر کردم میگین نه خواهش میکنم. ما مردها قدر بخشنده امکان نداره. بفرمایید هات ساس یکی از ساس های مورد علاقه ایم است. بوی خوبی هم داره اتفاقا و من میدارم شما دوست دارید حتما اتفاقا استفاده کنید. خواستید من میگم آماده کنن بعد از این براتون بفرستن. خیلی شیرین است. تشکر. همین دفعه اول آخر است که بعد اگر یک ذره بخورید ده حلق پرتید زیاد احساس نمی‌کنید چیزی. یعنی واقعا یک سس هات یک بله ساس هات ساس یعنی ساس داغ دیگه. یک شوپ جانانه بزنید.
یعنی سه یک نیم گلاس. شماره ایتو نمیدونم بگو از تمام زور وکالت استفاده میکنم. چیز است بپرسید. خب سوال بعدی بپرسید. اول انتخاب کنید. اول انتخاب کنم همین ساس مگر بخوره. ای که نام نداره؟ نام نداره ولی تنده معلوم میشه. بپرسید اگه من خوردم نامشم میگم براتون که چیه بایی بویی گده. معلومه که فلفلا دیگه کاملا دیدمش. ببرسید. از تلویزیون نه یک ماهوار چقدر ماش میگیرد؟ نگویید دیگه وکیل صاحب تو رو به خدا. ماش مرد است نزنه کی خورزید شما از من ببرزید از برای خدا. خب ندین جواب. نه خب نمیشه که جواب نتون. خب بیننده ها فکر بد میکنند. شما میتونین جواب بدین؟ میتونین هم که دوش جان بفهم. ماهاش من ماهانه از تلویزیون یک وکیل صاحب من ماهانه از تلویزیون یک امتیازات هم باز بگین دیگه. تنها معاش نباشه دیگه. معاشات و امتیازات. معاشات و امتیازات. ما وکلای بیچاره همیشه میگن چند معاش داره. نه 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 معاش با امتیازات خودم میگم. من ماهانه از تلویزیون یک چون لغ لغ سایه میکنه. شما روی دانوش کنید چی هست؟ خدا امروز معاش دارم پرسن کدام چند هست؟ معاش من معاش من و امتیازاتی که از تلویزیون یک دریافت میکنم این است که بهتر از میره بخورم اما یک کار نکنم. هات ساس با چی هست؟ با طعم فلفل دیگه. هات ساس با طعم فلفل. آب هست نشه نشتم فکر کردیم من میترسم از شما. من حالا تمام کسانی را پیش خود پیش چشم من هستن که بیچه و کی شیشته بودن و شما اونا رو آزار دارد. اتفاقا 6-7 نفر از همکارانتون آنقدر از من متنفر هستن بعد از برنامه. این قصدشون رو من گرفتم دیگه. فردایی که شما برید پارلمان تمامشان از شما سپاسگزاری میکنن. وکیل صاحب از بین سارا، تاها و صدرا کدامش برتان عزیزتر است؟ کدامش بیشتر دوست دارید؟ کدامش عاشقانه دوست دارید؟ یک تا از این اینی چی هست به خدایی؟ من نفهمم چه رنگ زیبایی داره. این روغن ماهی نه این نه نه این نه خیلی تنده. این نگاه کنید سویت شیلی سات چون رو باید بخورم. بله صاحب. بعد دیگه به جواب این سوال خود چیزی نمیتونم. ببینید شما دقیقا چقدر گرفتم وکیل صاحب. ببینید از بین سارا، تاها و صدرا یکی رو انتخاب کنید به عنوان اینکه خیلی دوستش دارید، خیلی عزیز است براتون. هسته گلهای باغ زندگی من هستن. پس نوش جانتم وکیل صاحب. یک شپ وکیلانه بزنید دیگه. وکیل صاحب کم کم مزه میکنید. همیشه که بگیم وکیلانه به این معنی خراباتی و این تا آخر نوش جان کنید. بفرمایید. ما وکیلای کم خورم داریم دیگه. بله سه بله بر منکرش لعنت. شما رو به خدا باز خود شما بعد از برنامه سوالات من تمام است وکیل صاحب. شما یک سوال دیگه هم میکنم دیگه. شما سوال آخر رو بپرسید قاطعانه پاسخ خواهم. قاطعانه منتظر جواب شما هستم. بین برادرای خود از برای خدا وکیل صاحب از بین برای نمیشه دیگه بعد یکی انتخاب کنه. همه برادرای من از من کوچکتر هستن. بین از قرجان و ذکریا جان نه دیگه
عزیز دو تا کدام؟ این یکی از ستون پنجمی های خود ما به شما گفته. این یکی از ستون پنجمی های خود ما، به خدا قسمشان دادم گفتم این دیگه مشکل خود شما چی گفتید؟ گفتن ما نگفتیم چیزی. نه این دیگه مشکل شما هست که شما نتوانستین به شکلی اوزار مدیریت کنین که در بین تیم شما ستون پنجمی وجود داره. یافتمش وکی صاحب، انشاءالله بعد از این برنامه پاککاری شروع میشه، اصلاحات میاریم. به خدا چقدر بر من میگفتن که این رفقای نامرد هستن، من قبول نمیکردم. شما گفتید بارا بر من که کد از اینا نگرد چی هستن. اینا این بحث این هست که اینا باید مسئولیت داشته باشن. من از مسئولیت همکارای شما دفاع میکنم و شما اگر که سوال جواب ندین چون اینا رو بخوردیم امیر تریاکی ساس بده. این نیست واقعا پودری تر از ما پیدا نشد که دیگه این دیگه حتما باید بخورین به خیال این که من بین زکریا و اسقه بین زکریا و اسقه میدانید من من برادرهایم همه از من کوچکتر هستن و واقعا قدر به من وابسته هستم و من قدر به اینا وابسته هستم که نمیتونم. میدونین خیلی زیبا هست این نمیتونم، چون انسان ها در بعد به نظر من انسان ها سه تا تعهد دارن. یک تعهد خود به خود داریم، بله. یک تعهد باز انسان ها به خانواده خود دارن، بله. یک تعهد هم که به عنوان شهروند به جامعه دارن، بله. این سه تعهد مبنای خوب بودن انسان های. یعنی اگر من ایره بخورم خوب هستم، اگر نخورم بد هستم، عرق هستم وکیل صاحب. نمیخوام که قضاوت بکنم، میخوام بگم زیبا هست همین تعهدی که شما میخوام که شما این نوش جان کنید. خیلی خوبه. چه زیباست این تعهد. این تعهد شما نسبت به میخواید خدافظی کنیم از بیننده ها، بعد ما شما دافتری کارت کنیم صحبت کنیم دوباره. شما این نوش جان، نه نوش جان، خیلی هم آدمای خوبی نیستن. اسقر که ماهاست ندیدیم، او هم خارج از کشور هست و طب میخونه. زکریا رو اتفاقا هر روز میبینم. چقدر هم اون ساعت رو بجه تک تک میکنه، باید نشجان کنه. بله انتظار میکنه تا صبح خواهی تک تک میکنم، ولی نه وقت شما ختم شد باید نشجان کنه، وگر نه دیگه. من یک سوال دیگه بعد از این میخواییم از شما بپرسم. یعنی چی شما دو تا سوال بپرسید از من؟ قانون عوض نکنه. نه مذاب کرد. اسقر رو بیشتر دوست دارم. تو خیلی تون بود؟ به دلیلی که کوچکتر از زکریا است. زکریا را خیلی دوست دارم. نه این تو دیگه نمیشه دیگه. نه. نه اسقر را گفتم بیشتر دوست دارم. به دلیلی که کوچکتر از زکریا است. زکریا را خیلی دوست دارم. نه نه نه. به دلیلی که کوچکتر از من است. یکی را انتخاب کنید. این جواب نه. اسقر را انتخاب میکنم به عنوان کسی که خیلی دوستش دارم. زکریا را دوست دارم ولی با خاطر کوچکتر از من نمیکنم انتخابی رو میکنم. اوف. اوف اوف اوف. شما میدونید من مدیر نشر تلویزیونی هستم؟ شما میدونید که قرار است بعد از یک مشت پیرولای ماشم امضا کنم؟ خنده کنید اولا فکر سپ. سپاسگزار از اینکه 119 است؟ 119 اخوایی است یا کبلان بلانس است؟ چی است؟ پلیس است؟ 112 آمبولانس زنگ نزنید، اطفایه را زنگ بزنید. زنگ زنید.